بازدام اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. سایت میدل ایست آی با عنوان تنش‌های ایران و آذربایجان خطر درگیری نظامی را افزایش می‌دهد نوشت: تنش‌های بین ایران و آذربایجان همسایه شمالی آن ماهاست که بالاست و بیم درگیری را افزایش می‌دهد. تنش‌های همزمان بین آذربایجان و ارمنستان همچنین خطر ایجاد یک جنگ خشونت‌آمیز دیگر در قفقاز جنوبی را در پی دارد که در آن ایران ممکن است در سمت قفقاز مداخله نظامی کند. سایت نیوز مکس نوشت: کلودیا تنی نماینده مجلس نمایندگان آمریکا گفت گزارش او درباره سپاه پاسداران است. سپاه یک سازمان شبه نظامی، یک سازمان تروریستی در داخل ایران است که میلیاردها دلار از پول ایران صرف حمایت از آنها می شود. تنی گفت سپاه پاسداران شورش‌ها را سرکوب می کند، شهروندان کشورش را سرکوب می کند و از نیروهای نیابتی تروریستی در سراسر جهان از جمله در یمن و لبنان حمایت می کند. او ادامه داد: آنها در سراسر جهان هستند. آنها در جایی که صحبت درباره ترور مایک پومپئو، جان بولتون و سایر افراد در ایالات متحده می باشد، ترور خارجی را طراحی می کند. یک گروه بسیار خطرناک هستند. خبرگزاری رویترز با عنوان بریتانیا فرماندهان سپاه پاسداران ایران را تحریم کرد نوشت: دولت بریتانیا 4 فرمانده منطقه‌ای سپاه پاسداران را تحریم کرد. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه گفت: امروز بریتانیا و شرکای بین‌المللی‌مان بار دیگر روشن می‌کنند که ما سرکوب وحشیانه رژیم را نادیده نخواهیم گرفت. ما به اقدامات گسترده‌ای ادامه خواهیم داد تا رژیم را مورد حسابرسی قرار دهیم. بیزینس اینسایدر آمریکا با عنوان گزارش‌ها حاکی است که روسیه از محموله جدید پهپادهای شاهد ایران برای حمله به اوکراین استفاده می‌کند تا کمبود مهمات دقیق را جبران کند نوشت. مؤسسه مطالعات جنگ در ارزیابی اخیر از جنگ اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسیه از پهپادهای شاهد ساخت ایران و سایر سامانه‌های با دقت پایین‌تر برای حمله به اوکراین استفاده می‌کند. روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت علی‌رغم فرمان عفو خامنه‌ای، گروه‌های حقوق بشر می‌گویند سیستم قضایی ایران به طور بدنامی مبهم و خودسرانه است و هیچ تضمینی برای امنیت افرادی که در جریان قیام بازداشت شدند وجود ندارد. روزنامه تگشپیگل آلمان: 5000 دختر در ایران مسموم شدند. حملات متوقف نمی شود. تقریبا هر روز اتفاق می افتد. حملات سرفه، تنگی نفس، سرگیجه، تقریبا هر روز حملات گاز سمی در مدارس دخترانه وجود دارد. چه کسی و چه کسی پشت آن است؟ وکلا در ایران میگویند حاکمان تهران پشت مسمومیت دختران دانش آموز هستند.